با عرض سلام و وقت بخیر به همه شما دوستان عزیزم من احسان هستم به ویدیوهای دوچ پرزشیوی خیلی خوش اومدید قبل اینکه بریم سراغ درس برای عزیزانی که راجع به دوچ پرزشیوی پرسیده بودن خیلی از عزیزان تازه به جمع ما پیوستند. در دوچ پرزشیوی بیشتر از هزار درس آموزش آلمانی از مبتدی تا پیشرفته هر آنچه که زبان آموز نیاز داره یاد بگیره رو ما کار کردیم که به رایگان در دسترس شما عزیزان هستش همچنین در اینستاگرام فیسبوک یوتیوب و تلگرام هم میتونید ما رو دنبال کنید همیشه اونجا درس ها گذاشته میشه و میتونید از مطالب آموزش آلمانی و زندگی در آلمان استفاده بکنید آدرسش رو, رو تصویر مشاهده میکنید همچنین برای تهیه کتاب ایبوک آل دویچ که 140 تا درس آلمانی درس و تمرین و نمونه سوال و فعلهای مهم و نمونه امتحان هستش رو میتونید از طریق deutschpersischevi.com سفارش بدید لینکش رو براتون تو توضیحاتی که پایین ویدیو هست میگذارم یه پکیج کاملی هستش که در از همه چی در این کتاب گنجانده شده که خودش رو خیلی مورد استقبال قرار گرفته بریم سراغ خبرهای امروز ناخشتن 2021 پورتا فیو شتاندارد وردن تویغا پول تمر نامه های معمولی نامه های استانداردی که تو آلمان هست گرانتر خواهند شد پورتو به هزینه پست گفته میشه مثل موقع شما میخواید نامه رو بفرستین یه تمر تهیه میکنید اون هزینهش به اون کارد از پورتو گفته میشه از شهر پورتو هم میاد درسته یه چیز جالبی که هست پورتو تو پرتغال اینا چون اولین در اصل پست رو اینا ابداع کرده بودن و همین حساب این کلمه هنوزم تو زبان آلمانی مونده وردن تویغا یعنی گرانتر خواهند شد 5 سنت می پرو استاندارد بریف ناخ پلنن پست اب 2022 5 سنت بیشتر برای هر نامه معمولی بعد از اینکه این برنامه یا این پلان رو دوچه پست یا پست آلمان ریخته که از سال 2022 انجام بدند. دی یوتشا پست، پلانت، زم یارس وکسلن باله رپریزه، فور، بیفه و پوستکارتن. دوتشا پست، پست آلمان، برنامه این ریخته که برای تغییر سال، منظور به سال جدید رفتن، قیمت ها رو افزایش بده برای نامه ها و کارت پستال ها، کارت های پستی. یاقص وکسل به تغییر سال گفته میشه. یعنی انتهای سال. ممکنه میخواد سال جدید بشه. هیوه پرائز قیمتهای بالاتر. بریف هم جمع بریف هست منی نامه ها. این استاندارد بریف سوف شکن کست نخت پلینند پست، دان 85 سنت شتاد وی بیسه 80 سنت. یک نامه معمولی و استاندارد رو بخواید تو آلمان پست بکنید قیمتش طبق تعرفه جدید پست 85 سنت خواهد بود به جای 80 سنتی که تا الان بوده. Für die Postkarte werden 70 Cent statt 60 Cent fällig. برای کارت پستال ها 70 سنت شده به جای 60 سنتی که بوده. در پستکارت ها 10 سنت افزایش قیمت داشته در نامه استاندارد بریف همون نامه های معمولی که پست میکنی یعنی بدون کد رهگیری یا بدون آنچ خای اینا 85 سنت خواهد شد شتات یعنی به جای یعنی میگه اول 85 سنت بوده شتات وی بی به جای اینکه تا کنون بوده 80 سنت و فشکن هم یعنی موقعی که یه چیزی ارسال میشه و میره خیلی مواقع برای بسته های پوستی استفاده میشه یا برای نامه به طور مثال شیکن هم میتونید استفاده کنید می ولی شیکن یه کسی رو میخواد یعنی باید بگید به کی میفرستید ولی فعل فشیکن رو میتونید موقعی استفاده کنید که منظور فرستادن یک نامه هستش خیلی فعل های آلمانی رو ما درس دادیم دوستان عزیز با همه پیشوند داشت یعنی به همین فعل شیکن رو گرفتیم و هرچی که بهش می‌خواست‌و رو همه رو در قالب یه ویدیو درس بدیم پوشه وربن یا فعل‌ها رو ببینید با کلی از این فعل‌ها آشنا می‌شید که در زمانهای مختلف به طور کامل براتون توضیح داده شده. auch die preise für andere briefprodukte wie den maxi brief einschreiben und bücher und wagensendungen sollten zum 1. januar 2022 moderat steigen همچنین قیمت های محصولات دیگه پستی یا نامه ها مدل های دیگه نامه مثل ماکسی بغیف مثل آنشخایبن و کتاب ها و, و فرستادن کالا ها بناست که از اول یانوهای 2022 خیلی ملایم و کم افزایش داشته پیدا بکنه دستایلت دی پست هایت این بون میت این موضوع رو پست در شهر بن اعلام کرده امروز کلماتش رو هم یه نگاه بندازیم بغیف پرو یعنی پرودکت یعنی محصول پرودکت یعنی محصولات یعنی انواع نامه ها منظوره ماکسی بغیف آنشخایبن به نامه های گفته میشه که شما آنشخایبنش میکنید یه پولی بیشتر میدید و می نویسید که هم کد رهگیری به شما میده هم اون طرفی که دریافت کننده هست واسه امضا بکنه که من این نامه رو دریافت کردم معمولا برای پست های مهم آنشرایبن انجام بدید به جای اینکه حالت استاندارد یا همون حالت معمولی نامه رو بنازین تو صندوق پست که دیگه کد رهگیری به شما نمیده معلوم نیست چی میشه آنشرایبن در اینجا مواقع استفاده میشه بوشا کتاب ها واقن زندونگن واقن یعنی کالاها اجناس جنس ها, ها. هم یعنی ارسال اینها مدقات در اینجا یعنی ملایم یعنی خیلی کم افزایش پیدا میکنه یعنی اب افزایش چشمگیر نخواهد بود و بعد جمله بعدی هم فلش میتالین هست میتالین هم خیلی جمله کلمه در از فل خوبیه برای استفاده تو نامه های آلمانی یعنی چیزی رو اعلام کردن گروندلاگه فیو دی گپلانتن پرایس شتاگرونگن است اهوونگز شپیلغام ولشه دی بوندس نتز آگنتور هویت فرافندلیش هست پایه و اساس این افزایش قیمتی که برنامهش ریخته شده رو بر طبق اون فضایی که برای افزایش قیمت در نظر گرفته شده توسط بوندس نتس اگنتو که امروز منتشر کرده بر پایه این اساس هست که دارن اون افزایش قیمت میدن بوندس نتس اگنتو یک نهاد یا یک اداره فدرال آلمان هست که مسئول برق، گاز، ارتباطات، تلفن، پست، قطار و اینها هستش. شپیل به یک فضایی میگن که جای بازی داره. یعنی چی مثلا میگن که یه شپیل این قیمت اینه که به فرض 5 درصد میتونه بالا پایین بشه. به این میگن یک شپیل قاوم اهونگز شپیل یعنی فضایی که در نظر گرفتن که بتونه افزایش قیمت اتفاق بیفته. فا هم یعنی امروز منتشر کرد. Der Spielraum liegt bei 4,6 Prozent. Um diesen Prozentbetrag darf die Post ihre Preise anheben. این فضای شپیلغامی که تعریف کرده این اداره فدرال آلمان 4.6 درصد هست. روی این 4.6 درصد پست اجازه داره که قیمت محصولات یا خدماتی که ارائه میده رو افزایش بده. پرسنت بتراگ یعنی مقدار درصد منظور همون 4 و درصد هستش پرایز آن هیبن هم یعنی قیمت ها رو بالا بکش افزایش پیدا بده Die Bundesnetzagentur muss der geplanten Preiserhöhungen bei der Post noch zustimmen. Edare Federale Bundesnetzagentur bayastike in afsayish qeymati ke post اعلام کرده رو تصویب بکنه یا تایید بکنه بعدش این افزایش قیمت اتفاق خواهد افتاد بله دوستان عزیز رسیدیم انتهای این ویدیو همونطور که میبینیم داریم قیمت ها در آلمان افزایش پیدا کرده نظر خودتون رو راجع به این موضوع تو کامنت ها به زبان فارسی یا آلمانی بنویسید آیا افزایش قیمت ها مدقات هستش یعنی در حد معمول یا ملایم هستش یا نه قیمت ها شدید بوده از دید شما ویدیو را اگه دوست داشتین حتما لایک بکنید و با دوستانتون به اشتراک بگذارید ممنون از همتون شب و روز خوبی براتون آرزو دارم تا ویدیوهای بعد خدا نگهدار